به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح و هواداران و دوستداران این شبکه. البته ما تصمیم گرفتیم که در نهایت سال گذشته یا آغاز سال 2022 گزارش از تمام کارهایی که شبکه اصلاح در طول سال 2021 انجام داد آن را تقدیم شما ملت و هواداران این شبکه نماییم. امیدواریم که میبینید که ما چگونه کارهای را در طول این سال به اتمام رسانیدیم و چگونه کارهای انجام دادیم و عنوان برنامه یا این صحبتی که با شما امروز می نمایم گذاشتیم گزارشی پرمحصول اصلاح در سال 2021 به هوادارانش. سال 2021 هم با همه خوبی ها و ناخوبی ها بینندگان گرامی و با همه شیب و فراز ها و با همه پستی ها و بلندی ها با همه غم و شادی ها و با 365 شب و روزش به آخر رسید و مال تاریخ شد. صفحه از کتاب زندگانی ما و شما هم بدین منوال پوشیده می شود. در پیش سال 2022 سالی پلنگ را داریم که خدا کند سالی خوبی ها و خوشی ها و شادی ها باشد، چون عادت دیرینه در انتهای سال 2021 که سال گاو بود یک نظر بر روزهای گذشته می افکنیم که چی روزگارانی را گذرانده ایم و چی چیزهای در یاد و خاطرمان و در کارنامه امان مثبت شده است. یک چیز را بینندگان گرامی پیش و پیش بگویم که توفیق و برار شکری الله مهربان که امسال هم ما را در این دار غربت یار بوده است. ما بیشتر و بیشتر وارد منازل شما داخل قلبهای پر از محبت و مهربانی های شما می شویم. از ارقام و آمار درباره عشق و علاقه و مهر و محبت های شما در پایان تر و تفصیل برایتان خواهیم گفت، اما این مژده را برسانم که تلاش و پیکار ما در سال 2021 به هدف رسیده است و ثمره نیک خود به بار آورده است. از اینجاست که جایگاه اصلاح نت و اصلاح تیوی در میان بقیه همکاران و همپیشگان اول و قابل تمجید و توصیف است. ولی حالا همین چند روزی پیش بود که خبر قطع فعالیت شبکه اصلاح در یوتیوب مثل تندور و رعد فضای مجازی را منفجر کرد. صفحه یوتیوبی اصلاح تیوی، کانال مربوط به محمد اقبال صدرالدین، یکی از فعالان مخالفین توجیک، دیروز بسته شده است. در این کانال که بیش از 150,000 ابوناچی داشت، مطلب های تند و بی‌پرده و زید و نقیض علیه منصبداران توجیک نشر میشد. محمد اقبال صدرالدین دیروز در یک نوار ویدیویی ادعا کرد که صفحه شبکه اصلاح تیوی در پی شکایت های مقامات امنیتی توجیکستان مسدود شده است. اصلاح تیوی یکی از پرتماشابین ترین کانال های اپوزیسیای توجیک در شبکه یوتیوب که روز 20 دکامبر مسدود شد دوباره باز شده است. شبکه یوتیوبی اصلاح تیوی مربوط به یکی از مخالفین حکومت تاجیکستان با سبب شکایت های زیاد بسته شد. شبکه یوتیوبی اصلاح تیوی که مسئول آن محمد اقبال صدرالدین است در یوتیوب بسته شد. سبب بسته شدن آن ویران کردن قاعده های یوتیوب یعنی تحقیر و تهدید گفته می شود. و خصوص ماموران و مسئولان فرمای جواب دهان های به فراویزشان را به اندازه کفش سرک پسلید نکشوده تبلی شدی نواختند و تولک و دنبره به دست گرفتند و یوتیوب تصنع و تشکر کردند که عاقبت آنها را از یک مشکل جانکاه و از یک بلای آخر زمان نجات داد و اکنون جان آنها می دمد. اما شکر بر الله مهربان را که دیر دوام نکرد این خورسندی، بلکه همگی بعد یک روز شبکه جهانی یوتیوب با عرض ندامت و پوزیش کانال تلویزیونی اصلاح تیوی را در اینترنت دسترسی هواداران و مخلصان خود کرد و اس اس یتیموف یا چاپلوسان و متملقان او را در خاک و خون و سوگ و عزا نشاند و ماتم زده کرد. چون که آمده است می پفتار نا ایزوشی لیفسی ابستایت یلسوا ایریشی لیوستانوید واش اکم ایتا ابازنشاید شتو اون سنو اکتیوین ایوی موجیتی ایم پولزواتسا приносим извинения
за доставлени неудобства с уважением команда YouTube 20 декабря сори 2021. Чи хорхое, чи чахое дар руи рахи ма дар им сал хам наафканданд. دو خواهری مرا مجبور نمودند که بر علیه من توسط شبکه های مجازی سخنرانی کنند. کاری را که بر ضد دیگر منتقدان و دیگر اندیشان و بخصوص مخالفین سیاسی دیکتاتوری 70 ساله از این پیش هم بارها انجام داده بودند، یعنی فشار آوردند تا ما از این راهی پیش گرفته امان دست بکشیم و بیرویم و غلامی آنها بشویم. این حاکمیت خانوادگی و قومی و اولادی که نمیداند و دانسته هم نمیتواند که مبارزه در راه حق چه لذت دارد. من با صراحت و قاطعیت اظهار میدارم که در راه راست هستم، چیزی را برای پوشانیدن و پنهان کردن و مخفی کردن ندارم. بیش از این با زبان دراز، روی سرخ و سر بلند میگویم که ما خودمان راستیم، راهمان راست است، حرف و سخنمان راست است و ما در راه خدایم و خدای بزرگ راستان را دوست می دارد، عزت و عظمت می دهد، چون که تمام چیز در دست اوست. مرا قلاب هم گفتند و افرادگرا هم خواندند و تحت کافتکاب هم قرار دادند، اما چنان می بینید چیزی امان نشد و انشاءالله نخواهد شد. چون مردم حق را از باطل تشخیص می دهند و می داند که کی ناحق است و کی حق. مطالب انتشار داده ما وابسته به تظاهرات مردم مظلوم و در محاصره قرار داشته در انزوا قرار گذاشته شده ولایت مختار کوهستانی بدخشان خیلی از پرده ها را از روح این رژیم و اهداف ناپاکشان برافکند. دستاندرکاران این عملیاتی زیدی ملی و زیدی مردمی به حد دوچار دست و باخوردگی و وسواس شدند که تنها در یک روز نزدیک 50 نوشته های بسر و نوگ را با نوارهای پر از فحشا مقابل ما منتشر کردند. یک نوار ساخته و دروغی گویا دستگیر شدن محمد اقبال صدرالدین را چندین وقت است در شبکه های اجتماعی میچرخانند، اما صدای صاحب اصلاح نت بلندتر و پرراتر شده ایستاده است و کمترین تأثیر به من و مخلصان و هواداران و تیم اصلاح نرسانید، بلکه ضعف و عجز مبلغان و متملکان رژیم را نشان داد و پس حسرت بازداشت مرا با خود انشاءالله به گور خواهد برد. حتی چندین نفر به شمول امام خطیب و کارمندان دولتی را با اتهام همکاری با اصلاح و محمد اقبال صدرالدین دستگیر و روانه زندان کردند. محمد صادق سیدوف، امام خطیب 28 ساله مسجد جامعه به نام حاج عبدالغفار محله نانوایی پایان شهر کلاب، عبدالغفار رجبوف و اسلم خان کریموف ساکنان دیگر این شهر در شمار نفران قرار گرفتند که گویا مقامات تفتیشاتی علاقه و همکاری های آنها را با اصلاح نت معین کرده بودند. هم امام خطیب و هم این دو نفر دیگر را بر اساس ماده 307 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان با 5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کردند. محمد صادق پسر داملا خال مراد روحانی شناخته منطقه کلاب است که از سال 2016 در این مسجد به حیث امام خطیب فعالیت میکرد. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان او را به آن متهم کردند که گویا موعظه های آماده نموده کمیته دین را به اصلاح دسترس کرده باشد. اما من همچون مدیر پایگاه تحلیلی اصلاح نت هم در زمان بازداشت و هم حالا به صراحت اعلان می دارم که این اتهام مقامات بی‌پایه است و واقعیت ندارد. آنهایی که برای ما موعظه ها را دسترس کرده اند حالا در آزادی اند و آنها تنها در مسجد در خود کمیته دینی تاجیکستان نیز کار می کنند. ما و دلایل معلوم نمی توانیم که نام و نسب آنهایی که برای ما خطبه ها و دیگر معلومات ها را افشا می نمایند فرستیم. محمد صادق سعیدوف را بعد از نماز جمعه 5 مرد بازداشت کردند، اما وحشت و حراسی
تاجیکستان از فعالیت های شبکه های اپوزیسیونی از جمله اصلاح نت به حدی است که حتی کارمندان دولتی نیز به عین این اتهام دستگیر و روانه زندان گردیدند. سبحان الله، آنچه در کشور میگذرد واقعا هم همانند یک دیوانگی و جنون است. بر اساس حکم دادگاه حربی که اواخر ایول رسانه‌ای شد، عبدالستار میرزایف کارمند قسم نظامی وابسته به اداره زندان‌های تاجیکستان را به 7 سال حبس محکوم کردند. او را نیز با جانبداری از حزب نهضت اسلامی و تماس با محمد اقبال صدرالدین و حسین اشوروف گناهکار دانستند. پراکراتورای حربی تاجیکستان اواخر ایول سال جاری گفته بود که بر ضد عبدالستار میرزایف بر اساس شکایت همکاران و مواد اینترنتی پرونده گشاده شده است. دادستانی گفته است که میرزایف تقریبا 1 سال شبانه و پس از رفتن کارگران توسط اینترنت و تلفن با محمد اقبال صدرالدین، حسین اشوروف در تماس بوده، از سیاست حکومتی جمهوری تاجیکستان ناراضیگی بیان نموده بوده است. باور بکنید کسی هست در تاجیکستان که از سیاست شما راضی باشد؟ فقط مردان آن را اعتراف بکنید. گویا ما با این نفر درباره انقلاب و تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان با راه زوراوری صحبت کرده و میرزایف را وظیفه دار کرده باشیم که در حالت در مؤسسه های اصلاحی سر زدن آشوب محبوسان، واسطه های علاقه و قوه برق را خاموش کند. عبدالستار میرزایف سردار انبار لوازمات علاقه و واسطه های محافظتی و مهندسی قسم حربی 6593 وابسته به سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه گویا بوده است. اما بینندگان گرامی، من در اینجا نیز با صراحت اعلان می‌دارم که این نفر را تماما نمی‌شناسم و وای هیچگاه با اصلاح همکاری و رابطه نداشته است. این را باید بگویم که بازداشت و زندانی کردن این نفران نتیجه رشک و علم است که مردم با ما مراجعه میکنند، نه به امام علی رحمانو و اس اس یتیمو مخوف و ار اری خوب به همه معلوم وزارت کارهای داخله، چون که مردم دیگر به شما باور ندارند. ولی یک چیز را از حالا برایتان بگویم که اگر با این منوال ادامه بدهید، مجبور خواهید شد که نصف اهالی مملکت را زندان کنید، زیرا همه روزه شمار آنهایی که با ما در تماس می شوند زیاد شده ایستاده است و طبعا که افزایش شماره آنها دیوار ترس شما را می شکند. مگر معلومات درباره جرم و جنایت های یتیم و رحیمزاده و یا خود رحمانوف را با ما همین نفرانی دستگیر شده دسترس کردن؟ این نفران از کجا درباره رابطه خوب دیگر آنچه ما تا امروز نشر کردیم درباره آزاده و درباره رستم و درباره همه اونها، این نفران از کجا معلوم داشتن؟ و از کجا درباره آن که کمیته امنیت یک لخت به دست خیش و تبار یتیم سپاریده شده است و یا کمک های بین المللی وابسته به کرونا ویروس توسط اویستو گروه دزدیده شده را فکر میکنید که سورج نظر فیونجی و یا همان امام خطیب کلابی با ما داد؟ حیف شما و مرگ حالتان. مگر متن موعظه که در حضور صدها هزار نمازگزار در صدها مسجد قرائت میشود چه چیزی پنهانی و سیر بود که برای نشر آن یک نفر بیگناه را میبرید و زندانی میکنید؟ بار دیگر میگویم که فعلا با ما نصفی از مردم تاجیکستان همکاری دارد و انشاء الله به اذن الله تا چند ماه دیگر این نصف پره و کامل می شود. پس شما همه مردم تاجیکستان را استاتیه تروریست می زنید و اکستریمیست. ما اگر تروریست بودیم کیها از این جاها ما را می راندند. این شمایه اس اس یتیموف که روی راست گلبدین بدخشی را نوگی تیر کردید و کشتید، تروریست شمایید نه ما. من اینجا بینندگان گرامی میخواهم درباره یک دیگر از اعمال جنایتی رژیم دوشنبه که قصد دارد برای ما ضرر و خسارات رساند معلومات دادنیم. همین چند روزی پیش با ما معلومات رسید که با بهانه مبارزه با افرادگرایی
و تندگرایی از تاجران بازارها فعلا از نورشید مشربوف رئیس بازار کاروان 53,000 بود یا 55,000 دلار گرفتند تا با مؤلفان فرمای جواب معاش الهوگی بدهند و گفته می شود که این کار را با بازارهای دیگر نیز انجام دادنی هستند در آینده بر علیه ما. من به شما اعلان می دانم که آن 55 یا 53 نه 550,000 دلار هم جمع آوری و صاحبکاران و تاجران بازارها را مجبور کنید هم فایده تون نخواهد کرد، چون که این شمایید که همه روزه یک جنایت تازه صادر کرده استاده اید. مگر در این شرایط وزنین و خور و نمور نرخی گذشتن در راه دوشنبه چناخ را بالا بردن جنایت دیگر شما نیست؟ مگر بدون کدام اساس و دلیل دستگیر و استتیه زدن و چهارشنبه جنایت نیست؟ گناه وی همین است که وی پامیری است و پامیری ها با شما سر نفراورده استادند و مطیع شما نمیخواهند که شوند. من محمد اقبال صدردین و گروه رسانه های کتبی و تصویری اصلاح و تمام تیم های اصلاح در داخل تاجیکستان اگر که نو عداوت تبلیغ و تشویق کردیم، چرا بیش از پیش مخلص و مشتری ما افزوده و زیاد شده استفاده است؟ خلق تاجیکستان با ما است. این شماید که با سوء استفاده از قدرت با فریب و دروغ از نام مردم گپ میزنید. برای آنکه سخنانی من خود تعریف کنی نباشد، اینجا همان ارقام و آماری عشق و علاقه و مهر و محبت مردم را می آوریم. ما با مانند شما از ستاتیستیکا و آمارهای دروغ رو با مردم نشان نمیدیم، چیزی است که تمام مردم میتوانند آن را ببینند. اصلاح تی وی در سال 2021 برنامه های تحلیلی 173 برنامه 22 ساعت، منبر مهاجر 58 برنامه، البته در اصلاح تی وی چون باقیش در اصلاح پلیوس است 217 ساعت. زیر زربین 3 برنامه داشتیم 551. پخش زنده 27 برنامه 50 ساعت و 59 دقیقه. برنامه پیوند 3 برنامه داشتیم که 8 ساعت و 55 دقیقه. در مجموع 265 برنامه 307-32 دقیقه یعنی برنامه داشتیم. میتوان گفت که در هر روزی سال یک برنامه تقدیم نموده ایم. برنامه های زنده اصلاح پلیوس را ایلاوه کنیم، آنچه که ما در آنجا صحبت کردیم قریب به 400 برنامه در سال و تقدیم نمودیم. اکنون می رویم سراغ برنامه های اصلاح پلیوس در سال 2021. برنامه قدم به قدم 16 برنامه یعنی 29 ساعت و 26 دقیقه، باید گفت 14 برنامه 40 ساعت و 59 دقیقه. برنامه پیوند یعنی 5 برنامه داشتیم که 15 ساعت و 21 دقیقه. منبر مهاجر 9 برنامه در اصلاح پلیوس داشتیم که 23 ساعت و 47 دقیقه. بخش های مستقیم استراری 3 برنامه 13 ساعت و 10 دقیقه. در مجموع پخش های زنده 47 برنامه 122 ساعت و 3 دقیقه. برنامه های کوتاه باشد 169 برنامه. مجموع برنامه ها 216 برنامه. برنامه های پخش زنده و تحلیل های اصلاح تی وی و اصلاح پلیوس هر دو کانال اصلاح در مجموع زیر 430 برنامه یا دقیقا 427 یا 431 ساعت و 55 دقیقه، همه نوارها 478 نوار. نشر نوار استعفا. بینندگان گرامی، استعفای رحمانو در آغاز سال 2021 3 ژانویه دقیقا در روز تولد آزاده رحمانو راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت و دکتر امامعلی رحمانو در دیوار گذرگاه زیرزمینی نزد بازار پنجشنبه شهر خوجند در اصلاح تی وی پایه های استبداد رژیم را سخت بلرزاند. در ساعت اولی نشر این نوار ما عمدن محل نوشته شدنی این شعار را یک زیرزمینی در شهر دوشنبه گفتیم. تمام زیرزمینی های شهر دوشنبه را مقامات زیر و رو کردند و شستند و صبح آن روز اعلان نمودند که این دروغ اصلاح با محمد اقبال صدردین است. ما تمام زیرزمینی ها را دیدیم، در آنجا هیچ چیزی نشده است. وقتی خبر برایشان رسید که دقیقا این شعار در مرکز شهر خوجند نوشته شده است، فی الفور رفتند و یافتند و
آن جای نوشته را شستند و بر بالایش رنگ زدند. اما الکی در تمام رسانه های دنیا آن باز نشر شد و رسوایی اساس گذار و پیشوایی میمونتان را برآوردیم. پس از اینکه کمیته دولتی امنیت ملی و فرمای جوابش با تهیه یک فیلمنامه با نام خیانت که سراپا از تهمت و توهین عبارت بود، بر مقابل ما معرکه جدی برنامه سازی را شروع کرد. از بعضی سابق فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که فعلا در دست رژیم اسیر و گروگانند و نیز از افراد کاملا برایم ناآشنا بر علیه من مصاحبه ها گرفتند، تهمت ها بافتند تا باور مردم را به اصلاح بکاهانند و گویا کم کنند. پس از نشر نوار آن را در شبکه های تلویزیونی و نمایش گذاشتند تا مردم کشور را هم تحت تأثیر تبلیغ دروغین خود قرار دهند. با وزارت مدافعه، خشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی امر نمودند که فیلم را به شکل گسترده میان کارمندانشان، سربازان و افسران به نمایش گذارند. همین طریق در دانشگاه ها، کالج ها، کارخانه ها هم این فیلم را به نمایش گذاشتند. با این خیال و فکر خام گمان کردند که من و اصلاح را بدنام میکنند، اما چنان از ارقام و آمار مشتری هایمان معلوم شد، این بار نیز تیری کمیته دولتی امنیت ملی به خاک خورد و این برنامهشان یعنی بر علیه خودشان شد. البته اصلاح تیوی هم چند فیلم را تحت عنوان بیشرفان تهیه و تقدیم تماشابینان کرد. این سلسله فیلم ما با فکت و دلایل مشخص بار دیگر شرمندگی رحمان و رستم و آزاده و دیگر دیگرانشان را به اقصای عالم برآورد. از آغاز سال تا 30 دکبر سال 2021 630 مطلب در سامانه های حکومتی از جمله دانشگاه ها، وزارت ها، حکومت های ناحیه، فیسبوک، ادنکلاسنیکی با عکس های کریکاتوری بر علیه اصلاح نت و شخصی من نشر کردند. این مطالب با امضاهای جعلی و فیکی هستند که کدام اثر بر روح و روان جامعه گذاشتن نمی توانند. بعد نشر برخی از مطالب افشا کننده اصلاح در مورد اعمال مقامات جنایت پیشه بعضیشان را از کار گرفتند. اگرچه بینندگان گرامی اقرار نمی کنند، ولی از سوخ تا خطان و نواحی تا به مرکز با ما نوشتند که علت برکناری فلانی همون نوشته یا نواری شماست. حتی جیان و نزدیکان وزیرهای قدرتی پس از نشر مطالب و نوارهای افشا کننده ما که دیگر نمی توانستند پنهان دارند، از مقامهایشان برکنار شدند. حالا در این قسمت حساباتی همون که داریم گزارش برایتان می دهیم، یک جدول یا یک ردبندی را منظور شما بینندگان گرامی می نماییم تا خودتان قضاوت کنید که در واقع اصلاح چی مقام را در این سال به دست آورده است. این ردبندی وابسته به حجم مجموعه بینندگان کانال های مخالفین و رسانه های مستقل در یوتیوب در سال 2021 است. خوب، امسال در ردبندی شبکه اصلاح 39 میلیون، ولی من با صراحت میگویم که 40 میلیون شد. خوب، دوم افق 25 میلیون، جای سوم گروه 24 23 میلیون، چهارم اصلاح پلیس 17 میلیون، پنجم حسین اشرف 16 و 2 میلیون، ششم سلمان خالق 16 میلیون، هفتم دوربین تجه 11 و 1 میلیون، جای هشتم پیام تیوی 10 میلیون، جای نهم ازده تیوی 7 و 8 میلیون، دهم بامداد تیوی 7 و 1 میلیون، یازدهم خلاصه تیوی 7 میلیون، دوازدهم عبدالرحمن 59 میلیون، جای 13 هم جامعه لایف 4.9 میلیون، جای 14 هم جامعه 4.4 میلیون، 15 هم حق و باطل 4.3 میلیون، 16 هم زید بابایف 4.2 میلیون، 17 هم دلری امام علی 3 میلیون، 18 هم محیدین کبیری 2.2 میلیون، 19 هم خادم خلق 1.9 میلیون، 20 هم منوچهر کوهستانی 1.5 میلیون، 21 پیمان ملی تاجیکستان 1.1 میلیون، 22 ویسدین اودینایف 1 میلیون، 23 سلیمان 700 هزار. البته بینندگان گرامی، در مورد آنچه رفت کانال دلری امام علی و بامداد کام آورده شد که اینها دلالت از آن میکنند که مخالف نه، بلکه کانال هایی که میانی
یعنی تمام شبکه های اجتماعی و تاجیکی معروف هستند. پایگاهی اصلاح نت در سال 2021 259 مطلب منتشر کرد. همه مطالب ما بینندگان گرامی سری وقتی و وابسته به رخدادها و اتفاقات روز به نشر رسیدند. هیچ یک از زادروزهای اعضای آیله رحمانوف را ما بدون تبریکات نگذراندیم. نشر مطالب افشا کننده از جرم و جنایات وزیران و رئیسان حکومتی رحمانوف که خوانندگان زیاد و بینندگان زیاد داشت، سردمداران این رژیم را به یکی از مخلصان اشدی اصلاح مبدل کرد. در بخش یوتیوب اصلاح تیوی سال گذشته بینندگان ما 82% افزوده بودند. برای مثال در همین دوره سال 2019 اگر دو سال پیش رو به نظر بگیریم، عدد آبونشیان اصلاح تیوی نزدیک به 20,000 را تشکیل میکرد. در آخر سال 2020 باشد بینندگان اصلاح یک و یک باره به 102,000 رسیدند و تا نهایت سال 2019 برنامه و مستندات ویدیوی اصلاح تیوی حدود 5 میلیون بیننده داشتند. اما در انتهای سال 2020 این عدد افزود و افزایشی 8 برابری داشت و 41 میلیون رسیده بود. این به این معناست که طول سال 2020 36 میلیون بیننده جذب و جلب برنامه های اصلاح شده بودند. در سال 2021 باشد به عددی آبونه شدگان به 154,000 و برنامه های ما را 40,150,000 بیننده تماشا کردند. سال 2021 در شماری مشتری های ما 52,000 نفر اضافه شده و فعلا پر بیننده ترین شبکه های خبری و تحلیلی به حساب می رود. و باید این را اضافه نمایم که در طول امسال بیش از 500,000 یا حدود بیش از 500,000 لایک به اصلاح گذاشته شده است. سپاس از همه آن بزرگواران و برادران و خواهرانی که در مطالب و برنامه های ما لایک های خود را گذاشتند. اصلاح امسال هم به چندین مهاجرانی در خارج بوده توسط افراد خیرخواه ملت و وطن کمک های خود را رسانید. از جمله به 118 نفر چپته هواپیما خریده داده است تا به وطن برگردند. اینچنین از داخل با 27 نفر توانستیم باز هم کمک های ناچیزی خود را رسانیم. بینندگان گرامی، اگرچه ما مؤسسه خیریه و کمک کننده نیستیم، اما با مشورت های ما این کارها انجام شده است و چندین دانشجویان تاجیک که در خارج بوده کمک های خود را رسانیده ایم که در کجا و شکل آن را البته فعلا نمیتوانیم بگوییم. اصلاح سال گذشته طرح رادیوی اصلاح را راه اندازی نمود، اما از سبب مشغولیت های در بخش های دیگر نتوانستیم این طرح خود را به طور باید و شاید راه اندازی کنیم. امید داریم در سال جدید این طرح ما را هم براه اندازیم. اصلاح در بخش اینستاگرام هم فعالیت داشت و بیش از 8,000 آبونچی دارد. در بخش تیک تاکی اصلاح تا آخر سال فعالیت گسترده داشتیم و بیش از 23,000 آبونچی داشتیم و بیش از 500 نوارهای کوتاه در آن وجود داشتی. متاسفانه روزی 28 دکبر صحیفه ما در تیک تاک ناپدید گشت. ما دیگر به این کارها آشناییم، اما در تیک تاک اصلاح پلیوز فعال است. 11,200 آبونچی دارد و فعالیتش را ادامه داده ایستاده است. این را نیز باید بگوییم که پایگاه اصلاح نت در سال 2021 بیش از 20 میلیون مرتبه مورد حمله های هکری قرار گرفته است، ولی موفق به شکستن آن نشدند. الحمدلله در صورت هکری پایگاه به شکل افتوماتی آن دوباره برقرار می شود، چون که سپر یا سیستم محافظتی قوی آن را نظارت و حفاظت می کند و
پولهایتان را در مورد شکستن اصلاح نت صرف نکنید چون که آن بفایده است. در فیسبوک صفحه محمد اقبال صدرالدین و اصلاح گروپ فعالیت میکند. در صفحه محمد اقبال صدرالدین پخش های مستقیم ما را بیش از 500 نفر میبینند و عدد های دیده شده پس از برنامه از 30,000 تا 180,000 نفر میرسند. لایک ها در سالهای پیش همه شاهدند که خیلی کم بودند، ولی در فیسبوک عدد آنها و مراتب بالا رفته ایستاده است که دلالت از بیداری مردم کشور و همراهی با ما را شهادت می دهد. پخش های مستقیم برنامه منبر مهاجر تا 10,000 بیننده زنده دارد و دید و بازدید ها از 150,000 نفر هم عبور می کند و از 200,000 هم گاه گذشته است. کانال های مستقل یوتیوبی فعالیت را شروع نمودند که در آنها پارچه ها را از برنامه های منبر مهاجر می گذارند که بینندگان زیادی دارند. تاثیر این شبکه ها و ثمره بخشی کارهای ما کمک های خوبی هم نمودند. ما هیچ کسی را منع نکرده ایم که نوارهای ما را در خود نشر نکنند. هر شخصی که می خواهد استفاده برد می تواند این کار را انجام دهد، چون هدف ما مبارزه است نه مادیات. آنچه رژیم همیشه ما را تهمت می کند و می گوید، چنانی در بالا هم اشاره داشتیم بینندگان گرامی، امسال یک روز پیش از پیام سالانه رحمانوف روز 20 دکبر تصادفاً گویم هم اشتباه نمیکنیم، کانال اصلاح تیوی از شبکه یوتیوب ناپدید شد. خیلی سر و صداها بالا شدند و همه وسایل اخبار عامه تاجیکی به آن توجه نمودند، اما شکر خدا را که پس از 22 ساعت آن دوباره پیدا گشت. شبکه یوتیوب برای این پوزیش پرسید که جوابش را در بالا برایتان گفتم و فعالیت ما دوباره از سر گرفته شد. اما برای ناپدید شدن اصلاح در یوتیوب در داخل کشور خیلی ها شتافتند برای مژده دادن به رستم و آزاده تا برایشان این خوش خبر را بدهند. این چنین به مجرد مسدود شدن اصلاح پاسگاه چارباغ ورزاب برداشته شد و این را جشن هم گرفتند، اما خرسندی دیر دوام نکرد و حقیقت دوباره برقرار گردید. سال 2021 رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد محدین کبیری در 5 برنامه منبر مهاجر اشتراک کرده و سوال های مهاجران پاسخ های خود را دادند. سال 2021 اصلاح با کمک هموطنان خیرخواهمان بنیاد فنی تکنیکی استودیای خود را با وسایل معاصر تقویت کرد که این امکان می دهد هر کجای باشیم می توانیم پخش های مستقیم و زنده داشته باشیم. این بعد هیچ مانعی راه پخش مستقیم ما را نخواهد گرفت انشاءالله. البته این گونه تغییرات و پیشروی ما برای رژیم خیلی سنگین و غمگین کننده است. بخشی تلگرامی اصلاح صاحبی بیش از 2500 آبونچی می باشد که امیدواریم در سال جدید یا سال پلنگ در این سمت جهش های پلنگی ما را انتظار است. فعلا اصلاح در داخل تاجیکستان حدود 73 منبع معتمد دارد که تمام حوادث و خبرها را به ما میرسانند، اما واقعیت این است که اکثر منابع ما در مقامات امنیتی و قدرتی هستند. درباره شتاب کوارتیره هایمان و تعداد آنها با سبب های امنیتی نمی توانیم معلومات بدهیم، اما مطمئن باشید که با یک فرمان می توانیم همه آن تیم های در داخل کشور داریم از خود درک دهند و برای انقلاب کارهای انجام دهند. مثلا چند نمونه کوچک را برایتان تقدیم می نماییم تا اینکه ببینید و بفهمید که ما اگر خواسته باشیم میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. ما یکی از تیم های اصلاح در ناحیه 5 هستیم. آماده به همه خدمت به ملت و وطن هستیم و پیش به سوی آزادی و انقلاب. السلام علیکم و رحمت الله خلق عزیزم. یادین представитель движения اصلاح за освобождение, за восстановление конституционных прав каждого гражданина Республики Таджикистан. Нахожусь в Душанбе рядом с цирком. Каждую секунду мы готовы действовать. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Моя кастим фой исло дар шар Душанбе хастим. Во хам амр фарман хо омода им тазире хар амр хастим. Им филор наздик аст, омода бошим. س
و رحمت الله و برکاته ما یک گروه زنانی از تیم های اصلاح در شهر دوشنبه می باشیم و به هر امر فرمان های شما آماده ایم. انشاءالله انقلاب نزدیک است بپیش. سلام هموطنان عزیز، ما یک تیم اصلاح از شهر دوشنبه برای خدمت به خلق وطن همیشه تیاریم و پیش به سوی آزادی و انقلاب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم هموطنان عزیز، ما یک تیم اصلاح از شهر دوشنبه برای خدمت به خلق وطن همیشه تیاریم و پیش به سوی آزادی و انقلاب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر برایتان میگویم که در تمام مقامات قدرتی چشمهای خود را داریم که با رتبه های گوناگون ادای خدمت میکنند و مهمترین معلومات را با ما ارسال می نمایند. اصلاح شبکه و پایگاه مردمی است که همیشه درد و رنج مردم جبر دیده را میگوید و در جواب مردم کشور هم با ما اعتماد و باوری کامل دارند. ما باوری مردم را هرگز از خودمان دور نخواهیم کرد و مردم هم دانند که به خاطر شما ما فعالیت داریم. امید آن را داریم که سال 2022 سال بیداری و برچیدن ریشه ظلم و ستم و دیکتاتوری 70 و دیکتاتوری 30 ساله می شود و ما به هدفهای نیک خود انشاءالله می رسیم. محمد اقبال صدردین، مدیر پایگاه تحلیلی اصلاح نت و اصلاح تیوی، 1 ژانویه سال 2022.